به نام خداوند بخشنده مهربان. اوصاف مؤمنین در قرآن کریم. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین فرموده است: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. همانا برای کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن، باغهای از بهشت است که نهرها زیر درختان انجاری است و این کامیابی بزرگ است. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا روز جزا. اما بعد، ایمان داشتن به خداوند جل جلاله یکی از نعمات بزرگ بالای انسان ها شمرده می شود، چنانچه می فرماید: بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکه اگر راست گویید خداوند بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است، و این راهی است برای سرفرازی و زندگی با اطمینان و با امن و اجر بی پایان. چنانچه الله تعالی می فرماید: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. هر کسی که کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیات پاک زنده می داریم و مسلمان پاداشتان را به حسب بهترین عملی که انجام می دادن به آنها می دهم. در آیت دیگری گفته است: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. براستی کسانی که ایمان آوردن و اعمال شایسته انجام دادن و نماز را بر پا داشتن و زکات را بر پرداختن، پاداش آنها نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنها است و نه ایشان اندوهگین می شوند. با تفکر کردن در قرآن کریم در میابیم که خداوند جل جلاله برای مؤمنان صفات گوناگون را بیان نموده است که از آن جمله ادا کردن نماز با وقتش، با خشوع و با تمام ارکانش. چنانچه می فرماید: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. راستی مؤمنان راستگار شدن همان کسانی که در نمازشان خاشع و فروتن هستند. و در آیت دیگری می فرماید: والذین هم على صلواتهم يحافظون. کسانی که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند. همچنان از این جمله دیگر هم نگاه داشتن نفس از کارهای بیهوده است، هم به فعل و هم در بیان باید خود را نگاه داریم. چنانچه می فرماید: والذین هم عن اللغو موردون. کسانی که از لغو و کارهای بیهوده روی گردانند. و در جای دیگری می فرماید: و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. هنگامی که سخن لغو بیهوده بشنوند از آن روی میگردانند. و در آیت دیگری میفرماید: والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. کسانی که شهادت دروغ نمیدهند و چون بر کار لغو و بیهوده بگذرند، بزرگوارانه از آن میگذرند. و چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیشتر حدیث به این اشاره نموده است. همین گونه از این جمله هم نفقه کردن و امر کردن به کارهای نیک و منع کردن از کارهای زشت و ناپسند است. چنانچه عزت متعال می فرماید: والذین هم للزکات فاعلون. و کسانی که زکات را انجام می دهند. و بار دیگر می فرماید: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان و یاور یکدیگرن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن و نماز را برپا میدارن و زکات را میپردازن و خدا و پیامبرش را اطاعت میکنن. اینان که خداوند به زودی آنها را مورد رحمت قرار میدهد، بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است. همچنان از این جمله نگه داشتن حیا و تقوا و پرهیزگاری است. چنانچه می فرماید: والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. آنها که شرمگاهشان را حفظ می کنند جز بر همسرانشان یا بر کنیزانشان، پس بیگمان اینان در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند.
همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم د بیشتر حدیث باندې گاداشتن حیا با فشاری نموده است. محمد بن حنیفه رحم الله می فرماید که تکامل در سی چیز است: در دین حیا نمودن، در هنگام مصیبت صبر نمودن و در زندگی با تدبیر پیش رفتن. همچنان از این جمله نگاه داشتن امانت و وفا کردن به عهد از مسلمان کامل همیشه از امانت نگهداری می کند، مثل دهقانی که از فصل خود نگهداری می کند و مثل یک کارگری که از صنعت جور شده خود نگهداری می کند. پس ایمان و وفا کردن به عهد به یک دیگر بستن، چون همچه خداوند متعال می فرماید: والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، و کسانی که امانت هایشان و عهد خود را رعایت می کنند. و در آیت دیگر می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادهای خود وفا کنید. چنانچه پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در بین ایمان و امانت ارتباط را بیان نمودند که می فرماید: ایمان برای کسانی نیست که امین نباشند و دین برای کسانی نیست که به وعده خود وفا نمی کنند. ستایش مخصوص ذات خدا است که پروردگار جهانیان از درود سلام بر خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. از جمله اوصاف مسلمانان دیگر این هم است که همیشه ذکر خداوند جل جلاله را می کنند و همیشه توکلشان به خداوند می باشند، چنانچه می فرماید: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشی تنها به یاد خدا دلها آرام می گیرند. در آیات دیگر می فرماید: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کند. و توکل واقعی همان است که بنده باید به طور کامل به پروردگار خود اعتماد و یقین داشته باشد و این تا زمانی کامل نمی شود تا دلیل ها را تعقیب نکند و اجتهاد نکند. چنانچه نبی کریم صلی الله علیه و سلم نیز در همین تاکید نموده است که همه باید به خداوند توکل داشته باشید و دلایل را تعقیب کنید. تاثیرات ایمان حقیقی و کامل بر بشریت هم تاثیر گذار است. مؤمن کامل هیچگاه فریب نمی دهد، منافقت نمی کند، دروغ نمی گوید و هیچگاه وعده خلافی نمی کند. ایمان واقعی از مسلمان نگهداری می کند و او را امیدوار تا با دیگران نیکی کند، چنانچه خداوند جل جلاله می فرماید: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. ما و شما به این نیاز داریم تا خود را به ایمان زینت دهیم تا باشد امن، اطمینان و خوشی دنیوی و اخروی نصیب ایمان گردد، چنانچه الله متعال می فرماید: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. آره اینانن که وارثان، کسانی که بهشت فردوس را ارث می بردن و جاودانه در آن خواهند ماند. در جای دیگری فرموده: الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. مگر کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، پس برای آنها پاداشی قطع نشدنی است. و در آیت دیگری می فرماید: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. آنچه که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم تا آنها را بیازماییم که کدام شان بهتر عمل می کند، و ما سرانجام آنچه که روی زمین است صاف می کنیم، به خاک هموار و بیگاه بیابانی خشک تبدیل می کنیم. پروردگار برای ما ایمان کامل نصیب بگردان و قلب های ایمان را با نور ایمان روشن بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.